هی لابلیز، چطوری بچه ها؟ خوبین؟ امروز یه ایده خیلی خوب و خفن دارم. بریم با هم ببینیم ایدم چیه. این روزا آدما دنبال کار اداری نیستن، دنبال این نیستن که برن اداره از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر. خیلی ها برای خودشون کار میکنن که بهش میگن فریلنسر. ببین فریلنسر چیه؟ ببین فریلنسر کسیه که یه کارفرما داره و بهش میگه یه پروژه رو محول میکنه، میگه که آقا بیا این پروژه رو برام انجام بده، در قابلش اینقدر پول بگی. یه مزیت البته داره، یه مزیت داره، یه عیب. اون چیه؟ اون وقتی شما فریلنسر هستین و کار فریلنس انجام میدید، همیشه نمیتونی روی حقوقش حساب بکنی. ممکنه یه ماه خیلی بالا باشه، یه ماه هیچی نباشه. ولی وقتی که میری اداره، همیشه یه پولی داری و همیشه میتونی روی اون پول حساب بکنی. این خیلی مهمه. اما تو کار فریلنسینگ جوری نیست. ممکنه که یه بار کار داشته باشی، یه بار کار نداشته باشی. اما از اون ور میتونی هر جای دنیا که باشی کار بکنی و میتونی بری کنار ساحل کار بکنی، میتونی مسافرت بکنی، کار بکنی، هر جا باشی میتونی کارش رو داشته باشی. از اون ور رئیس و اینجسام نداری، یه نفر فقط کارفرما هست، با یه نفر سر کار کله میزنی اونجور چیزا و میتونی که بقیه زندگی تو لذت ببری. اما این ایده از وقتی که شبکه‌های مجازی اومده و تکنولوژی اونجور چیزا خیلی پیشرفت کرده، خیلی بیشتر مطرحه. به خصوصا توی یک سال گذشته آدما از خونه خیلی کار کردن، برای همین دیگه همم راحت شدن از اینکه از تو خونه کار بکنن. و واقعیتش بچه‌ها یه سری شغلا هست دیگه خیلی توجیه نداره که کارمند استخدام بکنن و بیاد توی اداره بشینه. خیلی وقتا یه سری از کارا رو آوتسورس میکنن شرکت‌ها، یعنی بوم سپاری میکنن و میدن به یه سری آدمای مثل فریلنسر اون کارو براشون انجام بده و تحویل بده. چرا این کار میکنن؟ خیلی براشون ارزان‌تر در میاد. چرا؟ چون نمیخواد که حالا برای یه کاری که شاید تو ماه مثلا 20 ساعت بخواد از کارمندش پول بیمه شو بده، پول من پاداششو بده، پول نمیدونم چی شو بده و اینا، میره میده به یه نفر و این کارشو انجام میده براش. حالا نمیدونم چقدر متوجه کار فریلنسی شدی یا نه، ولی بریم با هم ببینیم که چی کار باید انجام بدیم. قبل از اینکه باز بریم توی ایده های کار فریلنسری، بهتون بگم اگر که از ایران هستین و دارین ویدیو رو تماشا میکنین، یه مزیت باز داره، یه عیب. عیبش اینه که خب شما کریدیت کارت ندارید، دبیت کارت ندارید و برای اینکه اگه کارفرما پیدا بکنید که این کار رو بهتون بده، میگه خب یه شماره حساب من بده و شما نمیدونی چی کار بکنی. اگه فامیلی داری، دوست داری و اینا، حالا بررسی کن ببین میتونی این کار بکنی یا نه. اما خوبیش چیه؟ ببین یه کار پیدا بکنیم 300 دلار هم باشه، 400 دلار هم باشه، ضرب در 20,000 تومان بکنی، اندازه کسی میشه که در واقع داره از صبح تا شب کار میکنه برای یک ماه. ولی شما شاید بتونید توی یه هفته اونقدی که اون میره کار میکنه رو به دست بیاری و خیلی مثلا پول خوبی بشه برات. اما برای شایی که خارج از ایرانن، خب این ایده هم باز خیلی خوبه براشون و ممکنه که هنوز مثلا کالج نرفته باشن یا جایی نرفته باشن و بتونن که این کارا رو انجام بدن. یه نکته خیلی مهم بچه‌ها اینه که انگلیسیتون برای اینا باید خیلی خوب باشه. انگلیسیتون هم باز میگم خیلی خوب باشه، باز منظورم این نیستش که مثلا سطح خیلی خوبی داشته باشید، یعنی ببین باید خیلی بری دنبالش و خیلی باید کار بکنی. اینو نیستش که مثلا خیلی راحت لقمه راحته، من فقط کافیه که یه کاری بکنم تموم بشه. نه، باید خیلی کار بکنی براش. ولی انگلیسی خیلی مهمه. دو، باید خیلی خودتو سعی کنی یاد بگیری، مثلا کسی که داره میره دانشگاه، خودتو آپدیت نگه داری، خودت به خودت درس بدی و خودت رو منظم نگه داری. یعنی یه سری از چالنجای کسایی که فریلنسرن اینه که باید خودشون رو با انگیزه نگه دارن، همیشه آپدیت باشن و مهارتایی که بلد نیستن رو برن دنبالش و مثل یه دانشگاه یاد بگیرن. بس دیگه حرف زدن، بریم سراغ ایده هایی که میتونید به عنوان فریلنسر انجام بدید. یه وبسایت خیلی خوب هست به نام فایور که چند سالم هست اومده و آدما میرن اونجا و پروفایل تشکیل میدن. این وبسایت چیکار میکنه؟ این وبسایت وبسایتیه که یه سری کارفرما داره و یه سری فریلنسر و این دوتا رو به هم ارتباط میده. مثلا فرض کنید من یه بیزنسی دارم، دنبال یه نفری هستم که برای من طراحی لوگو بکنه، برای من وبسایت طراحی بکنه. میرم نگاه میکنم ببینم کی تو این وبسایت قیمتش خوبه، کارش خوبه و به اون پیام میدم و اون فریلنسر برای من وبسایت طراحی میکنه و یه پولی بهش میدم. پس این دو طرف داره، یه طرف کسی که
مثلا دنبال یه نفر مثل دیزاینر طراح وبسایت و لوگوه و یه نفر کاری که این کارو انجام میده. یعنی در واقع شما میتونید به عنوان کسی که کار طراحی انجام میدید یه پروفایل تشکیل بدید توی این وبسایت و کارتون و رزومتون و قیمتی که میخواید بگیرید و بذارید. پس شغل اول کسایی هستش که دیزاینرن، لوگو دیزاین میکنن یا وبسایت طراحی میکنن و این بچه‌ها یه شغلیه که خیلی 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 آینده داره، چون الان همه چی بر اساس تکنولوژیه، همه دنبال اینن که وبسایتشون قشنگ باشه، کلیک خور باشه، نمیدونم لوگو داشته باشه، چجوری باشه و اینا. اینه که خیلی خیلی این کار الان بورسه و خیلی مهمه، ولی باید خیلی خوب به روز باشی، آپ تو دیت باشی، بلد باشی کار با تکنولوژی و طراحی و اونجور چیزا رو. برای همین میتونی بری توی فایور و ببینی که بقیه دارن چیکار میکنن و میتونی اینجا پروفایل تشکیل بدی و رزومه بذاری و برای خودت بگی که داری چی کار میکنی. یه سری شغلای دیگه هست، اینه که شما فقط کافیه به یه فایل صوتی گوش بدی و هرچی که گوش میکنی رو تایپ کنی، اما باید انگلیسیت خوب باشه که هرچی که گوش میکنی بتونی تایپ بکنی. یعنی یه سری از آدم ها هستن که یه ویدیو درست کردن به دنبال یه نفرن که هرچی که میشنوه رو تایپ بکنن و شما فقط تنها کاری که باید انجام بدی اون فایل صوتی رو گوش کنی و تایپ کنی. بچه‌ای که تو کار دیجیتال مارکتینگن باز خیلی تو این حوزه کار فریلنسی هست و میتونید اونو انجام بدید. مثلا کسایی هستن که دنبال ویدیو مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ، وب انالیتیکس اینا هستن و شما میتونید توی هر حوزه‌ای که درس خوندید توی این قسمت‌ها باز پروفایل تشکیل بدید و بگید که من هستم. یه کار دیگه ای که خودم انجامش دادم و خیلی دوستش دارم کار نوشتن توی مجله و روزنامه هست. به یه مجله من یه مطلب فرستادم و سردبیر مجله به من ایمیل داد که شری ما مطلب تو رو چهارشنبه چاپ میکنیم بدون کوچکترین ادیت. من گفتم بابا من میخواستم هم شما مثلا ادیتش کنیم، یعنی انقدر یه خوب بود که اصلا ادیت لازم نداره و قراره که مقاله من چاپ بشه و بابتش هم پول میدن. یعنی میخوام بهت بگم که اگه انگلیسیتون خوب باشه میتونید که برای مجله اونجا بنویسی، ولی ببین لزومی نداره انگلیسیت خیلی خوب باشه ها، فقط باید تلاش بکنی، یعنی باید انقدر وقت بذاری براش. من خودم برای این پیس خیلی وقت گذاشتم، خیلی تلاش کردم و خیلی عشق داشتم براش که اینو بنویسم. و شما میتونید برای مجله و مقالات و اونجور چیزا در واقع این کار انجام بدی و براتون بهتون مثلا اگه خوب باشه خوششون بیاد قبول میکنه. بچه‌ای که علاقه به گیم و اینجور چیزا هم دارن، خب خیلی دنبال یه کسی هستن که کار گیم انجام میده، حالا یا گیم رو تست کنن یا موارد دیگه که میتونید ببینید که به چه مشاغلی در واقع نیاز دارن و شما میتونید اگه علاقه دارید و اگر که حرفه‌ای هستین تو این کار میتونید، چرا که نه، میتونید انجام بدید. یه کار باحال دیگه اینه که میتونید دستیار مجازی بشید. یعنی چی؟ یعنی یه رئیسی، فرض کنید من رئیستونم، بعد دنبال اینم که یه نفر مثل اسیستنت کنارم باشه، جلسه ها رو هماهنگ بکنه، بنویسه جلساتو، نمیدونم کارا رو ببره جلو، ولی لازمی نداره حتما تو آفیس ور دل من باشه. خب یه نفر هر جای دنیا میتونه باشه، فقط این که قرار مدارا رو تنظیم بکنه و کارا رو ببره جلو. شما کافیه که یه انگلیسی خوب داشته باشین، بتونید با آدما ارتباط برقرار بکنید و بتونید که باهاشون صحبت بکنید و خلاصه یه ورچوال اسیستنت خوبی باشید. ولی خب خیلی خوبه، فرصت خیلی خوبیه. بچه‌ای که تو کار موزیک و ویدیو و اینجور چیزان، باز خیلی از کسایی هستن که برای کارشون دنبال کسی هستن که موزیک بسازه، ویدیو بسازه. بنابراین اگر که عکاسی، ویدیوگرافری، فوتوگرافری، نمیدونم موزیسیانی، خیلی با دردت میخوره این کار. هر جای دنیا باشی میتونی هر موسیقی که بخوای و خلق بکنی یا برای هر کمپانی ویدیو درست بکنی یا عکس بگیری برای کمپانیا و براشون بفرستی. خیلی از کمپانی هستن که مثلا میخوان که یه وبسایت طراحی کنن، اسه عکس میخوان، شما میتونید بدید عکس رو بگیر هر جای دنیا که باشی، اصلا فرق نمیکنه، فقط کار میخوان و یه کار با کیفیت میخوان. اگه فکر میکنی آدمی هستی که تو این زمینه خلاقیت داری، چرا که نه. حتی کار ادیتوری، یعنی مثلا من خودم انقدر ویدیو دارم که دنبال یه نفرم که آقا ادیت کنه کارامو و خیلی هستن که پادکست دارن، ویدیو درست میکنن و دنبال یه نفرن که کار ادیت بلد باشه و خوب بتونه کارشون رو ادیت بکنه، سریع تحویل بده و خلاقیت داشته باشه توشون. بنابراین اگه فکر میکنی توی این کارام خیلی خلاقی، بچه‌ها توی این زمینه خیلی دنبال فقط یه نفرن که کارشون رو انجام بده و دنبال این نیستن
هستن که مثلا یه نفر استخدام بکنن و خیلی هم براش تقاضا هست. اگه فکر می‌کنی تو این چیزا خوبی، حتما بهش فکر بکن. بچه‌هایی که تو کار فشنن، فشن رو دوست دارن، کسایی که طراحی جواهر انجام میدن، باز توی اون قسمت هم خیلی نیاز دارن و دنبال کسی هستن که براشون طراحی کنه جواهراتشون رو یا لباس طراحی کنه براشون. یا بچه‌هایی که مهندس صنایعن، باز یه دنبال کسی هستن که بتونه پروژه‌شون رو مدیریت کنه، دنبال پراجکت منیجمنتن. و خیلی میتونید که توی این قسمتی که بچه‌های مهندسی هم تو قسمت بزنس برن، نگاه بکنن ببینن چه قسمتایی رو میتونن انجام بدن و چه قسمتایی مورد علاقه‌شون هست. ببین این سایت فایور رو برو از بالا تا پایین بررسی کن، ببین که حوزه مورد علاقت چیه و چه چیزایی رو دوست داری و میتونی به عنوان فریلنسر کار بکنی. اما اینو بدون که این کار اولش اینجوری نیستش که بلافاصله بدو بدو میان دنبالت، چون خیلی رقیب داری، خیلی آدما از جاهای مختلف هستن. اما اینو بدون که اگه آدمی باشی که یک انگلیسیت خوب باشه، دو سخت کوش باشی، و به نظر من شماره دو خیلی مهمتره، یعنی خیلی کارا حالا انگلیسی هم نیاز نداره ها، مثلا کار عکاسی و حالا ویدیوگرافی و طراحی و چیزا، خب انگلیسی نمیخواد، فقط اون کارهایی که گفتم مثل حالت اسیستنت و ایناست حالا انگلیسی بخواد، کارت فوق العاده خوب باشه، سخت کوش باشی، خلاق باشی. الان بچه ها دنیا فقط و فقط روی خلاقیت میچرخه. چرا؟ چون بقیه کارا رو ربات و آدمای مختلف انجام میدن با هزینه خیلی پایین، اما چیزی که ربات نمیتونه انجام بده خلاقیته. اگه آدم خلاقی هستی و میتونی خیلی خوب و کارآفرین باشی، یعنی مثلا خیلی بتونی خلاقیت به خرج بدی، کارهای خیلی ناب و جدید ارائه بدی، همه دنبالت خواهند آمد و همه میخوان باهات کار بکنن. قیمت ها رو میتونی اولش پایین بگیری که جذاب به نظر برسه و بخوام باهات کار بکنن و کم کم بخوای بر خودت رزومه درست بکنی. ولی اینجوری نیستش که تا بلافاصله این کار رو انجام بدی، پروفایل تشکیل بدی، بلافاصله بیان سمتت. باید ممارست به خرج بدی، باید خیلی خیلی بری جلو. من خودم تو همون کار آرتیکلی که نوشته بودم به 1000 نفر شاید پیام داده بودم، کلی نوشته بودم، خیلی می نوشتم و یادمه که خیلی وقت گذاشتم برای نوشتنم. اما خب خیلی من منسجمم، خیلی پشت کار دارم، اصلا گوشم نمیشنوه این که بگن نه نه، همینجوری بر خودم ایمیل میزنم و بالاخره یکی درو باز میکنه، اینقدر در میزنم تا درو یکی باز بکنه. و این کارا خیلی نیاز به پشت کار داره و عشق داره و همین دیگه. مرسی که بچه ها تا الان با هم بودین. میدونم ایده ها خیلی خفن بود، اما حتما بر من لایک کن، قلب بذار بر من تو کامنت ها، سبسکرایب بکن و بگو نظرت راجع به این ویدیو چیه. ببینم که کامنت گذاشتی که شری، من یکی از این کارها رو گرفتم و خیلی خوشحالی. مرسی.